های گایز، به کانال خودتون خوش اومدین. توی این ویدیو میخواییم بریم ببینیم چقدر داخل دنیای بازی ها میتونیم زنده بمونیم. Let's go. اسلامت. خب ویدیو به این صورته که داخل دنیای بازی ها، حالا یه سری از بازی هاشون بازی هن که از انیمه ها ساخته شدنه و یه سری بازی دیگه هم که بازی هن که از فیلم ها ساخته شدن، یه سری بازی هم هستن که فیلم ها و انیمه ها ازشون ساخته شدن و میخوایم بریم ببینیم که چقدر داخل دنیاشون میتونیم زنده بمونیم. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. نظرتون توی کامنت ها بنویسین. لایک کنید اگه ویدیو رو دوست دارید و سابسکرایب کنید اگه اینستاگرام ویدیوها رو هم دوست دارید ببینید در ادامه. و بریم ببینیم که قراره چی داشته باشیم. خب اولین بازی که روبلوکس که 84 سال میتونیم داخلش زندگی کنیم. بعدیش پوکمون 80 سال داخلش میتونیم زندگی کنیم. گنشین ایمپکت 52 سال میتونیم داخلش زندگی کنیم. اینا واقعا سیف ترین بازیان. لجند آف زلدا 33 سال آلش میتونیم زندگی کنیم. مانکرافت هم که 25 سال. مانکرافت هم کلان خیلی دنیای سیویه یه طور میشه گفت، اگر که البته خیلی نوب باز در نیر داخلش. ماریو هم کلان 5 سال آلش میتونیم زندگی کنیم. ماریو هم 5 سال واقعا احساس کنم که کمترین هم میتونه حتی باشی جدی. یاکازا هم که 2 سال کلا میشه داخل زندگی کنی. یاکازا رو بازی نکردم اصلا، تا حالا نشیدم حتی. بیوشاک هم که داخلش یک سال میتونی زندگی کنی. اینم خیلی دوست دارم بگیرم بازشو بازی کنم، ولی یکم قدیمی که اصلا هنوز نرفتم سمتشون. طبیعتا بازایی که میشناسیمشون مثل گاداوار و رزنت ویل و جی تی ای اینجور بازی ها ته لیستن، چون خب بازایی که خیلی داخلشون زندگی کردن سخته. مگامن داخلش 10 ماه میتونیم زندگی کنیم. فاینال فانتزی تو 6 ماه میتونیم زندگی کنیم. مس افکت هم 5 ماه کلا میتونیم داخلش زندگی کنیم. اف آنلاین 2 ماه کلا میتونیم داخلش زندگی کنیم، که خب توی سیاره ها و فضا و چه همینجور جا هست واقعا خب 2 ماه هم زیاده به نظرم. او کال آف دیوتی مودرن وارفر توش 1 ماه میتونیم زندگی کنیم، که خب وسط جنگ دیگه، کلی تیر و فلان و بیسوار و موشک و نارنجه و هزار تا چیز میز میخوره تو خونت و 1 ماه واقعا زیاد هم هست. دیابلو هم که داخلش 1 ماه میتونیم زندگی کنیم. اساسینز کرید والهالا توش 3 هفته میتونیم زندگی کنیم. کلا بازی اساسینز کرید خیلی خفنن و والهالا هم آخر نسخهشه که داخل همون تم والهالا و کلا نورس و اینجور چیزهایی مثلا وایکینگ تور و اینا هست و واسه همین هم یکم داخل زندگی کردن سخته. فبل داخلش 2 هفته میتونیم زندگی کنیم. جی تی ای وی لوس سانتوس توش 1 هفته میتونیم زندگی کنیم، که خب مجموعه زیادی از خلافکار داخلشن دیگه و 1 هفته جدی بین این همه خلافکار و پلیس و بکش بکش و اینا واقعا زیاده. شادو آف ده کولیسوس تو 6 روز میتونی زندگی کنی. بلک دیزرت 6 روز همچنان. جی تی ای آی وی 5 روز. جی تی ای آی وی خب یکم دارکتر بود همه چیز دیگه، داخلش خیلی مثلا بکش بکش و چیزا هم بیشتر بود و فکر خب تو باید شخصیت اصلی بازیه باشی دیگه، واسه همینه که 5 روز اگه بخوای نمیری واقعا خیلیه. Red Dead 2 توش 4 روز میتونی زندگی کنی و خب خود غرب وحشیه دیگه، انواع اقسام جونورا هست، خرس گرفته تا یوز پلنگ و هزار چیز دیگه و خود آدماش هم هر کدومشون یه تفنگ دارن، هر آدمی واقعا یه تفنگو داره و بکش بکش داخلش خیلیه. 4 روز واقعا به نظرم عالیه اگه زنده بمونیم. حتی لیگ آف لجندز توش 3 روز میتونی زندگی کنی و اینم واقعا که آره منطقیه. ازش هم یه سریال اومده، یه سریال انیمتور آرکین اسمشه و خفن ترین از نظر بازیایی که ازش سریال ساختن و اینا انیمه و اینا ساخته شده خفن ترین امتیازش 9.1 واقعا بالاست. فناف اگه درست بگم توش 2 روز میتونی زندگی کنی. تو کام از این بازی ترسناکاست، اینو بازیش نکردم من. توی ایسلندم اسم جزیره است واسه این بازیه، توش 2 روز کلا میتونی زندگی کنی و اینم دقیقا نمیدونم واسه چه بازیه ARK مخفف چه گیمی میشه. و ماینکرافت داخل اصلا مواد مذابش 23 ساعت بیشتر نمیتونی زندگی کنی. طبیعی بود که داخل اون قسمت گل و بلبلش و اینا اونقدر زیاد باشه، ولی اینجا با اون همه مثلا چیزای خطرناکی که توش هست واقعا خب 23 ساعت منطقیه. داخل بازی هیلو 19 ساعت میتونی زندگی کنی. CSGO اونم بخش داستوش 17 ساعت، به خاطر اینکه فکر کنم 17 ساعت یارو کمپ سگی کرده، یعنی انقدر که همش میان اونجا بمب بکارن اینا، جدی 17 ساعت خیلیه. داخل World of Warcraft 14 ساعت میتونید زندگی کنین. توی بتمن گاتام سیتی
12 سال میتونید زندگی کنید و خب یکی از پر جرم و جنایت اینجای دنیاست، همه چون در واقع میشه گفت خلافکارن و واقعا منطقی میتونه باشه. یادی توی راست 8 سال میتونید زندگی کنین، هلف لایف 2 تا حالش 7 سال میتونیم زندگی کنیم، The Elden Scrolls V توش 5 سال میتونیم زندگی کنیم. فکر کنم یکی از همین بازی نیست که در مایایی همون الدرینگ و دارک سولز و اینا باشه، نمیدونم، فکر کنم یه همچین مایایی باشه، اسمش حداقل اونجوری میزنه باشه. توی SCP 4 سال میتونیم زندگی کنیم، Resident Evil Village 3 ساعت، یکی از خشن‌ترین Resident Evil هاست واقعا دیگه، اما اکسان باس فایت هاست و خود انیمه عادیش و یعنی عادی ترین حالت ممکنه شون خودش باس فایت بود، کلی وقتش تیر میزدی تا بمیره و واقعا فکر کنم مثل باس فایت ها چند بخواد دور اطرافت به پلکه دیگه کار تمومه، 3 ساعت زیاده. توی سایبربانک 2077 3 ساعت، اینا احساس کنم میدونه بیشترم باشم، ولی خب از اونجایی که تکنولوژی خیلی پیشرفته است و خب آدم ها خیلی داخلش سریع هن، واسه همین منطقیه که 3 ساعت باشه. اگه انیمه سایبربانک رو دیده باشین که واقعا پیشنهادش میکنم یا بازیشو بازی کرده باشین میفهمین که چه تکنولوژی پشیزونی دارن. توی سایلنت هیل یه بازی ترسناک پشیزونه واقعا فجی، 1 ساعت میتونید داخلش زندگی کنی. توی سی آف تیوز 1 ساعت میتونید کلا زندگی کنین، دوز دریایی توره و کلی کشتی هم به هم حمله میکنن و کلی داستانای پشیزون داره و جدی منطقیه. توی سری بازی ویچر 59 دقیقه و اگه نمیدونید بازی ویچر کلی هیولای متفاوت دارن و خود آدماش هم باز خب خیلی خشنطورن دیگه و اگه داخلش حساب بازی کرده باشید میبینید که هر روزای کنار اطرافی هم که باشین آدم عادی هم باشید یا یکی از خانوادهتون یا خودتون به راحتی ممکنه بمیرید توسط گورگینا یا هزار تا غولای متفاوت و اینا. توی فال اوت 4 46 دقیقه میتونید زندگی کنید، بوردلس لندز 45 دقیقه، گیرز آف وار 38 دقیقه، ماینکرافت داخل دی اندش در پایان 31 دقیقه که خب واقعا منطقیه. توی اپیکس لیجنز هم 30 دقیقه، این هم خب یه چیزی تو مایای خود فورتنایت و وارزون و ایناست دیگه، بازی بتل رویال که 100 نفر میرن داخل و 30 دقیقه وقت دارید و تمام هم دیگه میکشن داخل 30 دقیقه و یه نفر گلم بیشتر میتونه زنده بمونه و احتمال اینکه یه نفر شما باشید باید خیلی کمه و باید کلی پرو پلیر باشین. توی دد اسپیس 23 دقیقه و اینم خب بازی که خیلی واقعا در اون فضا تور و اینجور چیزایی که هست واقعا زیاده به نظرم 23 دقیقه هم. توی کال آف دیوتی وارزون 15 دقیقه، بخاطر اینکه معمولا حتی زون به آخرش هم نمیرسه، خیلی زودتر از اون حرفا همه همدیگه ممکنه بکشن و اینم باز واقعا منطقیه. توی پابجی 11 دقیقه، این هم منطقیه که البته فکر کنم بقیه پابجی زونم یکم زودتر از باقی بازو بسته بشه. توی دارک سولز 10 دقیقه، دارک سولز هر 5 ثانیه یه بار یه باس فایت مثلا داره از کنارت رد میشه و میزنه جرت میده و این هم منطقیه. فورتنایت 5 دقیقه، فورتنایت باید در نظر بگیرید که صرفا داخل این بازی آیرون من هستش، تمام افراد مارول و دیستی و تمام دنیا داخلش هستن دیگه، گاداوار هم حتی کریتوس داخلش هست و اینم منطقیه، کاملا منطقیه. توی امانگاس کلن 4 دقیقه میتونید زندگی کنید، توی اسکیپ فرام تارکوف 2 دقیقه میتونید زندگی کنید و توی بازی گاداوار کلن 1 دقیقه میتونید زندگی کنید و خب کاملا منطقیه به نظرم. گاداوار یکی از واقعا بدترین دنیاها رو داره، اگه خدا نباشه داخلش کارتون رسما تمامه، بعد دو تا خدا دارن فایت میکنن غیر ممکن که اون وسط شما نمیرید و اینم باز به نظرم کاملا منطقی بود. و مرسی که تا این آخر ویدیو رو دیدین، هر ایده ای داشتید داخل کامنت ها بنویسید، میخونم و میبینم که اصلا میتونم ویدیوشو رکورد کنم یا نه، ولی ایده بدید تا ویدیو متفاوتتر بخوام براتون درست کنم و اگه ویدیو هم دوست داشتید لایکش کنین و تا یه ویدیو دیگه فعلا.